همونطور که در جریانید میدونید که مراسم کمیکان بوده اون طرف مارول اومدش و کلی تریلر از فیلم های مختلفش اونجا نشون داد در با هم دیگه صحبت کردیم یه خلاصه کوتاهی از اتفاقات کومیکان مارول بهتون گفتم و خب تو این ویدیو قرار رو بریم با هم دیگه سراغ بررسی تریلر فانتاستیک فور اطلاعاتی که ازش بیرون اومده الان دیگه تقریبا تکمیل شده یه سری شات و تصویر هم وجود داره که میتونیم بریم با هم دیگه نگاهی بندازیم ببینیم که اصلا هدف مارول از ساخت فانتاستیک فور چی و چطوری میخواد بیاد اونا رو بهمون نشون بده در آخرش هم در مورد یه سری اطلاعات لیک شده حتما با هم دیگه صحبت میکنیم درود به همگی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم با شروع تریلر اتفاقاتی که داره پیش میادش به ما دارن ریدری شارزنشون نشون میدن که سر کلاس درس حالا هوایی که این کلاس داره میخوره به همون حالت های کلاسیک و قدیمی که توی دهه 60 وجود داره ولی خب میدونید زمینی که اینا توشن و دهه 60 که داره بهمون نشون میده دهه 60 خیلی پیشرفته است و اتفاقی که اینجا داره میفته وقتی اونو دارید پای تخته میبینیدش بدون شک شما رو یاد والتر وایت میندازه که یه حرکت خیلی جذابه که اومدن دارن این کار انجام میدن حرفایی که رید ریچاردز اینجا میزنه در مورد وجود دنیاهای موازیه و خب دارید میبینید که برای اون بچههایی که سر کلاس نشستن های موازی داره صحبت میکنه تئوری بزرگی که مطمئنا تو این فیلم قراره که بیاد به سمت شرکت بکنه در کنار اتفاقاتی که میان بهمون نشون میدن اینکه قرار اونو قدرت های خودشون رو به دست بیارن درگیر ویلن اصلی ماجراشون یعنی گالاکتوس هم بشن میاد و یه سری فلش به گذشته این کاراکتر رو به نشون میده این گذشتهشون اینا قرار نیست بیش از اندازه باشه و اذیت کننده باشه و فقط هدف اصلی اینه که بیان اون آرک کاراکتر رو دونه دونه تکمیل بکنن همونطوری که متوجه شدید اونا توی دهه شستن حالا دهه شستی که داریم یعنیم یا شست دو سه چهاره توی همشین بازه زمانی هن. و با اتفاقات دنیا امسیو کاملا متفاوته به خاطر اینکه اونا توی زمین دیگن و این میتونه مفهوم مولتیورسر رو باز بیادش و به اون بهتر نشون بده این خودش میتونه دلیل کاملا موجهی باشه که ما گروه فانتاستیک فور رو اصلا توی دنیا ام سی ندیدیم هیچکس ازشون صحبت نمیکنه این نکته رو باید بدونید که اصلا گروه فانتاستیک فور جز به شخصیت های مهمیه که توی هر زمین وجود داره یعنی اگه زمینی وجود داشته باشه که این گروه توش باشن بدون شک اونا جز کاراکترهای معروفی که همه اونا رو میشناسن اینجا اگه دقت بکنی وقتی که میان لوگوشون به اون نشون میدن یه حس و حال کلاسیک و قدیمی رو داره با دیدن رید ریچاردز پای تخته یاد اریک توی فیلم دارک هم میتونید بیافتید اونم دقیقا داشت در مورد زمینهای موازی و مولتیورس و این چیزا صحبت میکرد و اینجا خب میبینیم که رید ریچاردز هم به اون سمت حرکت کرده کلا رید که دارید میبینید به عنوان باهوشترین آدم روی کره زمین معروفه دیگه البته بجز اون رید چارلز که دیدیم تبدیل به اسپاگتی شد ولی خب این کاراکترهایی که داریم میبینیم همشون باهوشن همشون به سمت مولتیورس حرکت میکنن همشون متوجه اتفاقات مولتیورسی و زمین دیگه میشن حتی رید ریچارزی که توی مولتیورس هم بودم اومد این مفهوم رو کاملا به دکتر سرنج گفت و کاملا داره نشون میده که تمام این شخصیت هایی که داریم میبینیم همشون انقدر باهوش هستن که خیلی زود متوجه زمین های موازی بشن مارول روی مولتیورس داره زیاد پافشاری میکنه به خاطر اینکه اصلا با حماسه مولتیورسی سر کار داریم این مولتیورس بودنه میادش یه زمین جدایی به نشون میده که فانتاستیک فور داره اتهام میاد یه زمین جدایی نشون میده که گروه ایکس اونجا داریم مثل اتفاقاتی که انتهای د مارولز داشتیم و این میتونه اتفاق خوبی باشه چون این شخصیت ها رو نداشت نمیتونه بیاد ازشون استفاده بکنه الان که دیزنی اومده اونا رو خریده و حق استفاده ازشون رو داره میتونه اینطوری بیادش رو وارد اتفاقات MCU بکنه بدون اینکه بیاد زمین MCU رو علیکی شلوغ بکنه بگه اینا مثلا اینجا بودن بعدا مجبور میشه بیاد کلی آرک بچینه که چرا دیده نشدن چرا فلان اتفاق براشون پیش اومده اینطوری با زمین های مختلف میتونه خیلی راحت تر اونا رو وارد این دنیا اصلی کنه و حتی یه ادای احترامی هم به اتفاقات گذشته خودشون هم میتونه داشته باشه دیگه اینکه اونا اصلا از دنیایی که داریم میبینیم جدا بودن الان اومدن و متصل شدن از اونجا که مفهوم اینکرشن رو داریم اینکه میدونیم که قراری که مولتیورس رو به نابودی حرکت بکنه اینکه این, این شرایطی که میبینیم اصلا پایدار نیست و وجود اصلا خود کاراکتر گالاکتوس توی فیلم فانتاستیک فور داره بهمون نشون میده که زمینی که اونا توشن قرار نیستش که اتفاقات خوبی براش پیش بیاد من هنوز هم توی کامنت ها دارم میبینم که خیلی با مفهوم مولتیورس مشکل دارن یعنی این مشکل فقط شما نیست توی دنیا هم خیلی هستن که این مشکل رو دارن به خاطر اینکه مارول میاد یه سری چیزا رو توضیح میده یه سری چیزا رو ول میکنه رو هوا که مجبورین با تئوری بچسبونیشون به هم دیگه و این باعث میشه که یه مقداری همه چیز به هم ریخته باشه برای اینکه بتونید درک بهتری داشته باشید بهتری که برید سریال سر لوکی دو رو نگاه کنید اینطوری میتونید خیلی راحتتر متوجه خطای فرعی و نمیدونم شاخهای زمانی و جدول زمانی و مولتیورس و اینکرشن و تمام اتفاقات و مختلف اینکه که اصلا هدف کنگ چی بوده و میخواسته چی کار بکنه بشید اینطوری درکش هم براتون راحت تر میشه حتی فیلم مولتیورس هم مدنس هم که ببینید اونم بهتون خیلی کمک میکنه با این مفاهیم آشنایی بهتری رو پیدا بکنید و اون سوالایی که تو ذهنتونه تا دا حدودی رفت میشه باقیش هم دیگه باید بیاید برید سراغ ویدیوهایی که در مورد صحبت میشه تئوریایی که داده میشه تا یه زمانی که خود مارول بالاخره بیادش و این تیک پازل گم شده رو تکمیل کنه نکته بعدی که در مورد این فیلم وجود داره اینه که میگن قراره که فرانکین ریچاردز ما تو این فیلم داشته باشیم یعنی پسر رید ریچاردز و خب اینکه قراره قرار چه رده سنی داشته باشه مشخص نیست یا شاید تازه به دنیا بیادش یا اینکه مثلا حساس و سن سالی کمتری داره وجود این کاراکتر دلیل حضور گالاکتوس هم میتونه توجیه بکنه چون میدونیم که به حال اون کاراکتر خیلی قدرتمنده و گالاکتوس هم همیشه به سمت اون کشیده میشه همونطوری که بهتون گفتم فرانکلین ریچارز جز قوی ترین و قدرتمندترین شخصیت هایی که توی دنیای مارول وجود داره به خاطر اینکه یه قدرت خیلی فوق العاده ای داره و اونم ساختن جهان های مختلف و این کاری بودش که انتهای سیکرت وارز و بعد از اون درگیریهایی که پیش میادش فرانکلین میاد اونجا کمک میکنه تو مولتیورسی که داریم میبینیم دوباره بازسازی بشه به شکل درستش پس بدون شک این کارکتری که داریم میبینیم لازمه که توی اتفاقات این حماسه ای که باش رو این وجود داشته باشه توی شات بعدی دارید میبینید که ریدریشا سر کلاس این موتور جت مانندی رو میاد روشن میکنه که اینم حرکت جالبه بعد از اون میان به ما نیویورک رو نشون میدن تو این تصویر 8 ای که اینجا دارید میبینید و فوق العاده است روی ساختمان باکسر رو میبینید که این پایینه و اون جلوش هم اون سکویه که سفینه ای اونا رو میذارن تو این مراسم می میکن یه چند تا تر از این شهری که داریم میبینیم هم گذاشته بودن که اونم جالب مثلا میاد به اون خیابون یانسی اشاره میکنه یا جلوترش مثلا به سابترینیا میاد اشاره میکنه که کاملا برمیگرده به مولمن احتمال داره که اونم تو این فیلم ببینیمش یا بعدش به پروژه پاک داره اشاره میکنه که احتمالا همون پروژه که رید ریچاردز هم داره روش کار میکنه بعد از اونم یه چند تا تصویر از رید و بن داریم که کنار هم دیگه هم و اون در مورد این موضوع صحبت میکنه که اون خیلی خوش تیپه و خوب میدونیم بعدا که بن قدرتش بدست از میاره همیشه با چهره خودش مشکل داشته و اینم میبینیم که یه اشاره کاملی به اتفاقات آیندهش داره در مورد بنم بعد بهتون بگم که تمام اون اتفاقاتی که وجود داره جلوی ویژه که قرار روش پیاده بشه شبیه به همون کاری که با حال که انجام داده بودن یعنی میان از موشن کپچر استفاده میکنن بعدا تصویرها رو میان اون طرف تبدیلش میکنن که به نظر میتونه کیفیت کار رو بالاتر ببره نکته بعدی که توی تریلر دیده میشه برمیگرده به اون ماشین پرنده ای که برای این گروه هم هستش توی مراسم کمیکان هم این ماشین رو برده بودن و بدون تنها متصل بود نظر میرسه که حالا اومده بودن چند تا کوات کوپتر چیزی استفاده کرده بودن تا اونو توی مسیر نگهش دارن که از تناب استفاده نکنن تصویر بعدی به ما نشون میده که اونو توی خونهشون یه مهمونی رو گرفتن تیپ خیلی رسمی دارن به نظر میرسه این اتفاقاتی که اینجا داره میفته یه حالت مستند تو رو داشته باشه چون میگه ما هر یک شنبه دور هم دیگه جمع میشون یه مهمونی خانوادگی داریم این باز میاد به این موضوع اشاره میکنه که حرف از خانواده زدنه ممکنه که این گروهی که داریم میبینیم یه باز زمانی حتی از هم دیگه پاچه و هر کدومشون به یه سمت بخوان حرکت بکنن و بعدا دوباره بیان کنار هم نگی جمع بشن شات بعدی که اینجا بهتون نشون میدم کاملا مشخص که این گروهی که داریم میبینیم قدرت های خودش رو به دست آورده حالا اینکه اون لباس مخصوص فانتاستیک فورم تنشون هست یا نه مشخص نیست ولی احتمال خیلی زیاد اون لباس هم اینجا پوشیدن ولی خب به ما نشون نمیدن یه موزیکی هم اینجا پخش میشه که کاملا میاد اشاره میکنه به همون موزیکی که برای این گروه میخوان استفاده بکنن نمیدونم قرار که تم اصلی بمونه یا اینکه فقط برای مراسم کومیکان آوردنش اسم فیلم هم اگه دقت دا بکنید دارید متوجه میشید که فانتاستیک فور فرست استپ باید داره کاملا اشاره میکنه به اولین قدمایی که اونا میخوان توی دنیای MCU داشته باشن چون خیلی وقت بوده که دور بودن و از این به بعد قراری که بیان وارد ماجرا و اتفاقاتش بشن این شخصیت کاراکترهای خیلی مهمی میان به خاطر اینکه استنلی قبل از اینکه اصلا بخواد بیا کاراکترهای دیگه رو درست بکنه از این گروه استفاده میکرد و یه طورای اعتبار مارول به حساب میان و این دور بودنشون چیزی بودش که تا یه حدود خیلی زیادی داشت مخاطبای خودشون رو اذیت میکرد و اومدنشون و اینکه داریم این یه فیلم درست حسابی قراره که ازشون ساخته بشه و متصل بشن به ادامه اتفاقاتی که تا الان دنبال میکردیم بدون شک یه اتفاق کاملا بزرگه و توی انتهای تصویر این تریلر میان به ما گالاکتوس نشون میدن گالاکتوسی که پشت پنجره ساختمون اونو بایستاده داره داخل نگاه میکنه یه نکته وجود داره که اون نگاه بکنیم مشخصه که هوا روشنه پس بدون شک گالاکتوسی که داریم اتوانا اومده روی زمین وایستاده و خم شده داره پنجره داخل رو نگاه میکنه حالا نمیدونم گالکتوسی که اینجا هستش یه حالت مثلا فقط تبلیغاتیه که اومدن نشون دادن انقدر نزدیک شده یا قراری که ببینیم که رو پا روی زمین میذاره و وای میسه مثلا روی این کره که وجود داره چون میدونیم گالکتوس و اتفاقاتی که باهاش داریم خیلی بزرگ بود و درگیری و اتفاقات عجیب غریبی قرار باش داشته باشیم و اینکه احتمال میره که این دنیایی که میبینیم هم نابود کنه در مورد دکتر دومن بعد یه نکته بهتون میگم اونجایی که میدونیم دکتر دوم اومدن معرفی کردن بهتر اینجا برای معرفی کردن دکتر دوم و نشون دادنش خب همین فیلم فانتاستیک فوره ممکنه که گوشه کنار ماجرا به صورت فرعی بیان بهمون نشونش بدن و اینکه میدونیم به سنتیه رید ری چارز و با همدیگه رفاقتی داشتن بعدا یه دشمنی هم داشتن همیشه با هم دیگه درگیر بودن احتمال این وجود داره که بیان بهش اشاره بکنن حتی و در انتها یعنی توی صحنه بعد از سیتراژ باشه ما دکتر دومو با کاستومش ببینیم یعنی اینکه نقابش روی صورت خودش باشه و با مشخص نباشه که رابرت یا نه بعدا بیان وارد اتفاقات بعدی که میشیم اونو بهمون نشون بدن ممکن این زمینی که داریم میبینیم وقتی که نابود میشه از می میره اونم همراه این گروه بیادش و وارد اتفاقات ام از اونجا بره دنبال کاری که میخواد انجام بده تو اطلاعات لیک شده ایم که وجود داره در مورد این موضوع میان صحبت میکنن که قراره برای اولین بار یه دنیایی ببینیم که کاملا نابود میشه و مجبور اونجا فرار بکنن پس این زمینی که داریم میبینیم به سمت نابودی حرکت قراره بکن و خب این اطلاعاتی که در مورد این فیلم وجود داره و داره به ما سرنخوی میده که به نظر با فیلم خوبی طرفیم به هر حال میتونیم با مفاهیم مختلف رو بررسی این گروه یک بار دیگه ببینیم و تریلر اصلی وقتی که بیرون اومدش مطمئنا با هم بررسی دقیق تر داریم در مورد جزئیاتی که اونجا وجود داره بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم اگه نظر توری توی زنت هست حتما داخل کامنت برام بنویس لایک و سب زنگولم یاد نره فعال بکنی اینطوری میتونی محتوای جدید بده پیدا بکنی بیای توی کانال ویدیو جدید و تماشا بکنی و این ویدیو رو هم برات اینجا که در مورد رابرت با هم صحبت کردیم اینکه میتونه یه دکتر دوم خوب باشه یا انتخاب کردنش یه کار اشتباه بوده که میتونی بریم ویدیو رو هم تماشا کنی و خود خب دیگه حرفی هم نیمونه ویدیو بعدی بدرود